در آستانه تحولات انقلابی یک پادشاه قرنها حکمرانی را پشت سر می‌گذارد و وارد فصل ناشناخته تاریخ می‌شود. تماشا کنید که چگونه آخرین کلمات شاه نه تنها پایان دوره‌ای را رقم زد، بلکه چگونه صدای پای آینده را در قلب ایران زنده کرد. قبل از روایت این داستان لطفاً این ویدیو را لایک کنید و حتماً کانال ما را سابسکرایب کنید. روز 26 دی ماه 57، روزی که شاه تخت طاووسش را رها کرد. خروج شاه و هرج و مرج بعد از آن، دولت آمریکا را که چند دهه بر قدرت مطلق او به عنوان نزدیکترین متحدش در خاورمیانه تکیه داشت، غافلگیر کرد. شاه ایران در یک کودتای مورد حمایت CIA در سال 32 قدرت خود را تثبیت کرده بود. از آمریکا میلیاردها دلار اسلحه خریداری می‌کرد و تأسیسات جاسوسی بسیار حساس آمریکا برای کنترل اتحاد جماهیر شوروی در شمال ایران مستقر. با خروج شاه از کشور که ابتدا تحت عنوان تعطیلات اعلام شد، در شرایطی صورت گرفت که او به شدت بیمار بود. ورود او به آمریکا برای سپری کردن ماها در کشورهای دیگر به اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری کارمندان آن انجامید که نقطه آغاز دشمنی میان ایران و آمریکا. خروج شاه از ایران موجب انفجار شادی در میان میلیون ها نفر از ملت او شد. اگر مخالفان پیروزمند او به هدف خود برسند، خروج شاه از کشور به منزله پایان سلطنت در سرزمینی بود که به مدت 2500 سال شاهان بر آن حکم راندند. ایرانی های شادمان به خیابان های تهران ریختند و با رقص و آواز پیروزی مبارزات مردمی و خونین علیه مردی که از سال 20 که بر این ملت حکومت کرده است را جشن گرفتند. راننده ها بوق می زدند و چراغ های اتومبیل را روشن کرده بودند. مردم تصاویر امام خمینی را در دست داشتند. روحانی که جنبش گسترده سیاسی و مذهبی که شاه را مجبور به فرار کرده است را رهبری کرده. اما همه ایرانیان خوشحال نبودند. منابع دیپلماتیک گفتند که نظامیان طرفدار شاه در شمال تهران به سوی تظاهرکنندگان شلیک و چند نفر را مجروح کردند. این خشونت ها نشانه‌ای از وجود شکاف در ایران و احتمال تداوم خونریزی بود. شاه 59 ساله شخصا خلبانی هواپیمای سلطنتی بوئینگ 727 که به نام شاهین پادشاه بود را به عهده گرفت و هواپیما بعد از صعود به سمت آسمان روشن تهران به سمت اسوان در مصر پرواز کرد. در آنجا انور سادات رئیس جمهور مصر از پادشاه ایران استقبال کرد. انتظار می رود او قبل از سفر به آمریکا که یک مرخصی طولانی توصیف شده چند روزی اینجا بماند. قرار است که در اسوان با جرالد فورد رئیس جمهور سابق آمریکا ملاقات کند که از مدت ها قبل تصمیم داشت برای دیدار با انور سادات به اسوان بیاید. جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که سه‌شنبه شب از شبکه خبری NBC پخش شد گفت که به نظر او اتحاد جماهیر شوروی همسایه شمالی ایران خواستار ثبات در ایران است. این مصاحبه روز شنبه و قبل از خروج شاه ضبط شده بود. آقای کارتر گفت که تغییر حکومت در ایران به این معنا نیست که ایران دیگر وجود ندارد. جماهیر شوروی در این مسئله موضع‌گیری نکرده. خبرگزاری تاس در گزارش از نیویورک اساساً گزارش خبرگزاری‌های غربی را نقد کرد، ولی در این حال گفت که شاه همچون یک فراری بدون بدرقه تشریفاتی و گارد ایران را ترک کرد. به گفته یک شاهد عینی در فرودگاه تهران، هنگام نزدیک شدن شاه به پلکان هواپیما، دو افسر گارد شاهنشاهی زانو زدند و پای او را بوسیدند. او از آنها خواست که برخیزند و بعد افسران یک قرآن در دست گرفته و شاه و همسرش قبل از بالا رفتن از پلکان از زیر آن عبور کردند. شاه در آخرین دقایق حضور در ایران کت و شلوار مشکی به تن داشت و شهبانو فرح با پالتو و کلاه و شال پوست خز ایران را ترک کرد.
با پخش خبر خروج شاه از کشور روز سه‌شنبه ایرانیان شادمان در خیابان‌ها می‌رقصیدند. این شادی به سایر بخش‌های جهان عرب و پاریس رسید و امام خمینی از این خبر استقبال کرد. مجسمه‌های شاه به پایین کشیده شد و مردم تصاویر او را از روی اسکناس‌ها پاره می‌کردند. ماشین‌ها بوق می‌زدند. نانوایان و شیرینی‌پزها نان و کلوچه رایگان به مردم می‌دادند و مردم بین سرنشینان اتومبیل‌های در حال عبور شکلات و آب نبات پخش می‌کردند. در سراسر ایران تظاهر کنندگان عکس امام خمینی را که رهبر مبارزات مذهبی با شاه بود در دست داشتند. او وعده داد که در ایران که بیش از 90% جمعیت آن از جمله شاه مسلمان هستند یک جمهوری اسلامی تأسیس خواهد کرد. شاه روز سه‌شنبه تحت فشارهای مذهبی و سیاسی رو به افزایش ایران را ترک کرد و قرار بود که از مصر به آمریکا برود. او گفت دلیل خروجش معالجات پزشکی است، اما بسیاری گمانه‌زنی می‌کنند که باز نخواهد گشت. بعد از ورود شاه به اصفهان در مسیر حرکت همراه با انور سادات گروه کوچکی از مردم از او استقبال کردند. در تهران خوشحالی مردم با نفرت از مردی که قدرت مطلق را در دست داشت همراه بود. برخی دیگر از ایرانیان اظهار امیدواری می‌کنند که بعد از یک سال اعتصاب و شورش علیه شاه که طی آن 1500 نفر جان خود را از دست دادند، کشور بتواند به وضعیت عادی برگردد. در پاریس ایرانیان تبعیدی برای شنیدن اخبار رادیوی ایران دکمه را روی امواج کوتاه می‌فرخواندند. آنها خبر خروج شاه را از رادیو فرانسه شنیدند، اما گفتند که تا زمانی که این خبر را از رادیو ایران نشنوند آن را باور نخواهند کرد. آخرین صحبت‌های شاه در فرودگاه مهرآباد این بود: مدتی است احساس خستگی می‌کنم و احتیاج به استراحت دارم. ضمناً گفته بودم پس از آنکه خیالم راحت شود و دولت مستقر گردد به مسافرت خواهم رفت. این سفر اکنون آغاز می شود و من تهران را به سوی آسفان در مصر ترک می کنم. او البته مدت زمان سفرش را تعیین نکرد و گفت این سفر بستگی به حالت من دارد و در حال حاضر دقیق نمی توانم مدت آن را تعیین کنم. برای دیبا در کتاب کهندیارا که در آن خاطرات خود را بازگو کرده می گوید هر بار که صبح 26 دی 57 را به یاد می آورم اندوهی عمیق و بیپایان قلبم را می فشارد. آن روز تهران در سکوتی دلهره آور فرو رفته بود، گویی که پایتخت ما که از چند ماه پیش در آتش و خون به سر می برد ناگهان نفس را در سینه‌اش حبس کرده. ما در آن روز به سفر می رفتیم، مملکت را ترک می گفتیم با این گمان که دور شدن موقت پادشاه به آرام کردن شورش کمک خواهد کرد. در حالی که شاه و همسرش در فرودگاه بودند، مجلس شورای ملی به شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر رأی داد و آقای بختیار با عجله برای خداحافظی خود را به فرودگاه رساند. سرانجام در بعد از ظهر 26 دی ماه آخرین پادشاه ایران در سفری بی بازگشت تهران را به مقصد آسفان مصر ترک کرد. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراهمون بودید. لطفاً نظراتت رو با ما در میون بذار و یادت نره که این ویدیو رو لایک کنی و کانال ما رو سابسکرایب کنی.